درود درود، من زوس هستم، خدای خدایان. در شبکه اینترنشنال آقای فرداد فرهزاد با دو تحلیلگر محترم مصاحبه میکنه، یک جورایی مناظره میگذاره بین اون دو مهمان برنامه، آقای فرج سرکوهی و جناب نوید محبی. جناب سرکوهی در پایان حرفاش جملاتی رو میگه که در شبکه ایکس توسط 57 ها بریده شده و با افتخار منتشر شده. من آقای سرکوهی رو فردی عاقل و باسواد میدونم، اما خب خط فکریش چپه، دیگه کارش نمیشه کرده. برای همین وقتی ایشون غیر منطقی حرف میزنه من فکر نمی کنم که حالیش نیست، نه به نظرم کاملا هم حالیشه که داره درست میگه یا پرت میگه، اما خب گاهی به عمد پرت میگه، چون برای رسیدن به اون اهدافش راهی نداره جز اینکه عمدن پرت بگه. این تیکه از صحبتهای ایشون که 57 ها اون رو تکثیر کردند اتفاقا از پرتترین حرفای آقای سرکوهیه. ایشون میگن رهبری دوران گذار لازم داریم، نیروهای دموکراتیکی لازم داریم که خودشون اولا در ساختار دموکراتیک باشن، بشه تحقیرشون داد اگه اشتباه میکنن، و بعد این نیروهای دموکراتیک بتونن تئوری گذار را بدن. ما رهبر دوره انتقالی بعد انقلاب فعلا نمیخوایم، باشه ایشون ذخیره برای اون موقع. رهبر دوره انتقالی بعد از انقلاب دقیقا همون رهبر دوره گذار هست، اینا یکیان، یک معنا رو میدن. اینو لازم داریم اونو نمیخوایم چیه؟ دوره گذار به دوره بعد از پیروزی انقلاب گفته میشه. ببینید ما یک انقلاب داریم که نیاز به یک رهبر انقلاب داره، و بعد از اون یک دوره گذار داریم که نیاز به یک رهبر دوره گذار داره، و معمولا این دو مقام رهبری یک نفر هستند. همون رهبر انقلاب رهبر دوره گذار هم میشه. دوره گذار میشه بعد از انقلاب، درست از زمان سقوط رژیم سابق تا برقراری یک نظام پایدار بر اساس قانون اساسی و رأی مردم و چه و چه، یعنی همون دوره انتقالی. آقای سرکوهی عزیز میگه دوره انتقالی بعد از انقلابه، فعلا براش رهبر نمیخوایم ولی رهبر دوره گذار میخوایم. احتمالا منظور آقای سرکوهی از دوره گذار همون دوره انقلاب هست. ایشون به دوره انقلاب میگه دوره گذار، به دوره گذار از انقلاب به نظام بعدی هم میگه دوره انتقالی. باشه، بحثی نیست. رهبری دوران گذار لازم داریم، نیروهای دموکراتیکی لازم داریم که خودشون اولا در ساختار دموکراتیک باشن، بشه تحقیرشون داد اگه اشتباه میکنن، و بعد این نیروهای دموکراتیک بتونن تئوری گذار را بدن. اما اینم از نظر منطقی قابل قبول نیست. برای رهبری دوره گذار یا همون انقلاب میگه نیروهای دموکراتیک لازم داریم که اولا در ساختار خودشون دموکراتیک باشند، بشه تغییرشون داد اگه اشتباه میکنند، و بعد میگه که این نیروهای دموکراتیک بتونن تئوری گذار ارائه بدن. که حالا تئوری گذاری که مد نظر ایشون چیه کار ندارم. به هر حال آقای سرکوهی میدونند که در دوره انقلاب امکان برگزاری انتخابات نیست. اینکه دموکراتیک باشن بشه تغییرشون داد فقط یک شعار توخالیه. الان بیا، الان رهبر انقلاب شما باشی آقای سرکوهی، مردم ایران چجوری میتونن شما رو تغییر بدن؟ با رفراندوم؟ میشه رفراندوم در ایران در همین رژیم کوفتی برگزار کرد، صندوق رأی گذاشت؟ که ای مردم، آیا این جناب آقای سرکوهی رو به عنوان رهبر انقلاب میخواید یا نه؟ آخه اگه یک تازه به دوران رسیده ای این حرف رو زده بود میگفتم بچه است. اما آقای سرکوهی میدونه چون این چیزی ممکن نیست، اما بازم این حرف رو میزنه. در واقع میدونید آقای سرکوهی به خوبی میدونه که امکان رأی گیری در این زمان وجود نداره. اون منظورش از تغییر دموکراتیک اینه که چند نفر مثل خودش و اینا دور هم جمع بشن، بعد اینا بین خودشون برای مردم رهبر تعیین کنند که خودشون هم بتونن اون رو تغییر بدن، نه مردم، خودشون بتونن تغییر بدن. مردم که تا بعد از انقلاب امکان مشارکت در رأی گیری رو ندارند.
منظور آقای سکویی از ساختار دموکراتیک اینه، در گروه خودشون ادای دموکراتیک در بیارند. این که آقای سکویی میگه در ساختار خودشون دموکراتیک باشن بشه تغییرشون داد، دقیقا داره میگه که این وسط آقای رضا پهلوی نباشه، چون بعقیده ایشون شاه که ساختار دموکراتیک نیست، پس او نباشه. در بین بقیه، در بین همون گروه های 57 خودشون، فقط از بین اونها خودشون یک رهبری به طور دموکراتیک برای مردم انتخاب کنند. بله، من یک نکته دیگه بگم و خلاص. آقای سرکویی تاکید زیادی داشتن که این حرف شاهزاده که مماشات راه حل نیست و جنگ هم راه حل نیست و اما یک راه سومی وجود داره که حمایت از مردمه. چند بار آقای سرکوهی در این صحبتشون تأکید داشتن که این راه سوم حرف ما بوده، ما زودتر گفتیم و ایشون کپی کرده. خب آقای سرکوهی حرفاش رو قبل از مصاحبه و مناظره از قبل یادداشت کرده، این طبیعیه، اما به این توجه نداشته که حریف او جناب آقای نوید محبی اول صحبتشون اشاره میکنه که این حرف شاهزاده که یک راه سومی هم هست، اینو شاهزاده در کتابشون در 14 سال پیش هم گفته. با توجه به این نکته آقای سرکویی باید بیخیال این ادعای کپی کردن میشده. هی میگه کپی کرده، اشکال نداره کپی کرده، چی رو کپی کرده؟ آقای سرکویی هرچی یادداشت کردی رو که نباید در مناظره به زبون بیاری. شاهزاده 14 سال پیش اینو گفته و شما الان این رو میگید، بعد میگید اون از ما کپی کرده. بدرود دوستان.